درود به بینندگان عزیز، ایرانیان عزیز، گیلانیان عزیز، شمالی های عزیز، تمام استان های ایران که هر کدومش برای خودش یه خوشگلی داره، هر کدومش برای خودش یه جای بخصوصی داره در سر تا سر ایران. امیدوارم که هر جای دنیا هستیم برای شما خوش بگذره. ایرانیا، دلم میخواد که ایرانیا هر جا هستن سرفراز باشن، سربلند باشن. واقعاً ایرانی ها همیشه در زندگی با قوت خداوند زندگی رو به پیش ببرن. برنامه رو با دعا آغاز بکنیم. خداوند شکرگزار سپاسگزاریم برای این وقتی که به من دادی. خداوند شکرت میکنم که سر و دست تو خداوند در زندگی ما هست. خداوند شکرت میکنم که هدایت کننده و حمایت کننده ما هستی. ای پدر جان، روی قدوس تو بریز امروز، هر چیزی که از زبانم بیرون میاد خداوند نام تو رو جلال بده و ملت ایران ای خداوند سرفراز بکن به قدرت نام عیسی مسیح. و این برنامه رو خداوند برای جلال نامت استفاده بکن. شکر میکنم به نام عیسی مسیح، آمین. خب امیدوارم که همه خوب ببین گیلون عزیز، امیدوارم که همه تون با شادی و خوشی زندگی بکنین. امیدوارم که در این تابستون، در این گرما، قلبای شما هم گرم بمون، خانواده های شما گرم بمون، هیچ کدورتی در خانواده نبون و هیچ گرفتاری در خانواده ندارین. گرفتاری های ما بیشتر همیشه در ایران اینه که ما همیشه حسادت دنیم به دیگرون یا چشمم چشمی دنیم به مردم. مثلا اینیم که مثلا می رفیق یا می همکار یا منو دونم می فامیل چیزهایی مثلا در خانه خودش دنه مثلا من ندنم، بخاطر ای که چشم همچشمی دنیم خانی مثلا من نگاه بکنن که بندم مثلا همچیزی که شما دنیم بندم همین چیزی دنم. ماشین خوب تو دنی؟ بله منم ماشین خوب دنم، در صورتی که بودجه ششان ندارم بینم. شاید اون بودجه واقعا ماشین خوب خریدن ندارم، ولی یه ماشینی در اختیار ما هنه که بالاخره ما بینی رو را. ولی مردم ایران همیشه ایروزون اخلاق ایرانین اینقدر خربابو، چشم هم چشمی، حسادت، زیر پای همدیگر خالی کردن، برای همدیگر زرنگی کردن. همیشه خانیم بگیم که ما زرنگتریم، همیشه خان بگیم که ما برتر از دیگرانیم. همیشه در این فاصله نیستیم که واقعا دور از خدا زندگی کردیم و لعنتون در زندگی ما وارد بودیم. وقتی لعنت در زندگی ما وارد بود، خودمونم همه سرگردونیم، شریعت بیش از حد اجرا بکنیم. مثلا یک نمونه براتون برم، یکی از فامیلایمو بیش از حد شریعتیه. در روز شاید بگم مثلا 4 بار 3 بار نماز بخونن، ای آقا 10 بار نماز خونه. گونیم آقا چرا اینقدر نماز خونی؟ گونی که اوچونی که کمم دنمه خونده درمه که نماز میشه پورا گونم، یا برای پدرم خوندنم یا برای مادرم خوندنم. بابا هیچ کس من نیه برای کسی دیگه شفاعت بکنه یا کسی دیگه نماز بخونه که او در زنده بودن ما باعث با خدا ببیم. شریعت ما با قانون خدا ما را آشنا کنه، ولی شریعت کامل نه، به ما را هم کامل نکنه. چون برای اینکه مو چقدر اینم نماز بخونم، چقدر اینم دروغ نگم، چقدر اینم واقعا با مردم آنس بمون، با مردم مثلا خوب رفتار بکنم، اخلاق بد ندارم، دروغ نگم، شریعت یعنی این. شریعت یعنی ما یه کاری کنه که درست شریعت خوبه، ولی شریعت تا اندازه خوبه که من بتونم همه اجرا بکنم. وقتی من نیم شریعت اجرا بکنم، چطور دینم ما هر روز اینقدر خوب ببوم، اینقدر فکرم خوب ببون، زبانم خوب ببون، رفتارم خوب ببون که بتونم که واقعا آن چیزی که خدا خانه وجود ببون تینم یک نسبی خوب ببون.
ای در عهد عتیقه، در عهدی است که پیامبران به ما شریعت یادن که ما طبق او شریعت زندگی بکنیم، بعدا داوری ببین پیش خدا. ولی انجیل خبر خوش خداوند ای یه چیز دیگه. خداوند به ما بده امو شریعت من نیم اجرا بکنیم، من نیم اون چیزهایی که خاص اراده خداوند انجام بدیم. چی بوده نماره؟ خود خداوند جسم ببوشه به نام عیسی مسیح به ما، چون خود خدا که هیچ کس من نبینه. تو هیچ وقت من خدا به دیده یک انسان نگاه بکنی، چون خدا نور کامل و روحه. تو هیچ وقت خدا من نبینی. وقتی خدا اگر روبرو هم که موسی بده او بود نگاه نکن، اگر من نگاه بکنی الان همین الان مثلا مینی. به خاطر همونه خدا نوره. مثلا من یه خوابی که بده اون موقعی که بودم، خداوند آیا مو نجات پیدا بودم یا نه، گناهانمو بخشیده بود یا نه، مو عزیده و خنم که برای سالم زندگی بکنم. شب که خوابینم خداوند در تخت سلطنتش در نور کامل بدیم، یعنی خدا در نور کامل بود، فقط مو نوره که نسم بینم، چیز دیگر من نسم بینم. بعد بودم خدایا گناهان منی وقتی من پخش آگوده نوبت به اون برسیه ده میت بده می گناه روی کاغذ بمیجده بگله. بودم ای خداوند بس بر بهشت تو را ندنم و این همه گناه. ما فکر کنیم که گناه نودیمه، ولی وقتی اعمال تو رو اینی در مقابل خداوند پاک اینی چقدر گناهکاری. بعد وقتی تومار رو بدیم که میفوده بودم خدایا بس ما بهشت تو را ندنم. بوده نه، یک دونه لیوان بیته، البته لیوان رنگی I love you ایران با میشتنه، ولی او خداوند ما بوده I love you too، ولی که یک دونه لیوان سفید بود خون عیسی مسیح بکله همه بریخته بمی گناهان سه بوده گناهی تو بخشیده بوای. اینه که مصوب بیرسم زانو بزیم بودم خدای شکرت کنم. وقتی سوالی از خداوند کنی خداوند تا جواب دینه. خداوند که من نیالون بر روبرو تجربه کنم، حتی چی بسا که خیلی نه خداوند به ما در روبرو به شکل عیسی مسیح. خدا وقتی با انتی همه صحبت کنه به شکل عیسی مسیح هنه، چون برای اینکه بتونی تو اون همه صحبت بکنی، بتونی اون نگاه بکنی. وقتی خود خدا که من نبینی، برای اینکه نور کامله، اصلا خدا من نبینی، روح و نور من نبینی، بس به شکل عیسی مسیح در روی عیسی مسیح نه، در ذات عیسی مسیح، عیسی مسیح ذات خدایی دنه، به عیسی مسیح نه تی همه رو بروانه، تی همه صحبت کنه. عیسی مسیح جسم ببوشه به ما، به خاطر که مو شریعت من نیستم انجام بدیم، جسم ببوشه به ما، خودش فدا بده و خون خودش بریخته که خداوند خون عیسی مسیح روی لیوان منده بود فود می گناهان من با می گناهان ببخشه. واقعا شکر بر نام خداوند، خدایی که رهبری که جان خودش برای آدم دینه، خدایی که تینه تی همه صحبت بکنه، خدایی که تینه واقعا هر چیز لعنت از زندگی تو بره. ما ایرانیه اینقدر الان تلویزیونو نگاه کنی، اخبارو نگاه کنی، ندونم تو اخبارهای دنیا نگاه کنی، فیسبوکو نگاه کنی، تمامی هر جا که نگاه کنی اینه که بدبختی و بیچارگی در گوشه گوشه کنار ایران هنه. از نالایقیه ای حکومته، حکومتی که واقعا لیاقت ندنه، ولی حکومت ایران دنه، ایران سر حکومت کرده، بهترین کشور دنیا های سر ایشان حکومت کرده. مگه به این ساعت دیگه ویلا کنن اورا؟ به این ساعت دیگه مگه این کشوری که همه چیز دنه، طلا دنه، نقره دنه، مادن دنه، نفت دنه، مگه به این ساعت دیگه؟ به 38 سال همیشون دزدی کردن، 38 سال دزدی کردن، سر خودشون هم ایسن اورا، سر ایران هم ایسن. لعنت هم تا تی دل بخبرن که مو اینم که تمومی فیلمو نگاه کنی اینی گوشه بچه 4 سالی سه 5 سالی سه آدمز فورته داره، سیکار فورته داره، ندونم ماشین شیشه خم پکا کنه بخاطری که لغمنانی ببره برای فرزند، برای پدر مادرش که مثلا پدرش مریضه یا مادرش مریضه یا من وسعتی ندانن، پولی ندانن بخواهشون کمک. بعدا از یک ادم آدم های سو استوادگر ایسن که این بچه ها دزدی کنن، بینن قاچاقی به او طرف آب، به خلیج
خلیج فارس و طرف آب بینن هدینن به یک کشورهای عربی به کشورهای دیگر چی دخترای خوشگلی چی دخترای نازی چی دخترای جوون 14 ساله 15 ساله به کور روسیه داریم امو واقعا آدم دل دردن خدایا شون الان فیسبوکون شما منونم من نیم بازا کنیم فکر کنم یا منونم اینترنت اینقدر ضعیفه ولی شما اگه ایشون بینین مردم ایران سیر آبانین از زندگی که این اینکه جوانای ایرانی به این سادگی از بین برده دارن دختران سرادین اون طرف برای اینکه فاحشگی بکنن برای یک دونه 500 تومن پول دختر خودش بدن بنا در اختیار یه نفر دیگه 500 تومن چقدر بنی 500 تومن که هیچ ارزشی ندانه به کور رسیه داریم ما ملت چرا اینقدر در خواب خرگوشی هستن شما من نگونم آقا برسین الان اسلحه به دست بگیرین ایشون هم مبارزه بکنین نه هیچ کس ایگه حرف نزین هر که حرف زیره چون این طرف آب نشته اشتباه کرده بایی شما مبارزات مدنی خودتون دونین چطوری مبارزه بکنین بایی یا حداقل این حکومت سر را باری منونم سر را هنن ایشون یا نه ایشون برای راست ادایت بنن یا نه بنن ولی منو دونم شما زندگی کردین یک ایده آدم های محدودی هستن که پول دنن زندگی کردن ما این حسادتو ما رو کشته داره ما این چنده به چیزو نیبا میشتم شریعت بیش از حد زیر پای هم دیگر خالی کردن چشم هم چشمی حسادت بابا یکم با این یکم فکراتون رو بازا کنین یکم قلباتون رو بازا کنین یه ذره با هم کمک بکنین دست به دست هم بدین حداقل حکومت که شما رو زیاد داره لاغل خودتون دست به دست هم بدین هم دیگر رو کمک بکنین وقتی آدم دارید تلفون نگاه کنه از هر جایی فیلم های این آدمی با اصلا واقعا آدم تعجب کنه بعدا از او طرف هنه اینه که سرون مملکت یا آخوندهای دیگه یا نمیدونم هر مسئول دیگه خدا تومان پول ویته دارن ایشون سرمایه هن نگاه کنه اینه همینجوری پول دارن تا تی دل بخواه پول دارن ایشون پولون نگاه کنه اینه یا سوئیس میان نه یا فلانجا نه یا خوشانه چرا یه همه جنگ ببا چرا یک آقازاده نشو که همه آدم هایی که ایشون مسئولن ایشون چرا نشون جنگه با چرا یه چیزی پیشن جهاد دینن چرا خوشان فرزندون سرانه دینن الان همو امروز باش دوستم که 86,000 نفر شدرم مکه بعدن اعلام بودن که تریلیارد دلار پول 9 میلیون آدم شدن مکه تریلیارد دلار پول به جیب عربستان شدن عوضی که بشیم خانه مکه اور دور بزنیم شیطان هم هور خونه دنه سنگ بزنیم بایم ای پول اگه وجدون دنیمه بایم ای پول برای 4 تا بدبخت و از 100 خانه خدا رفتن بالاتره بایم به این بدبختون کمک بکنیم بایم به این بیچارگون به اون زاک بچه‌هایی که 4 سالشونه 5 سالشونه دخترهایی که 10 سال 12 سالشونه مورد تجاوز قرار گینن مورد بیمیری قرار گینن مورد حمله قرار گینن بایم ایشون رو کمک بکنیم عوضی که بشیم کلی پول مکه دیم که عربان جیب پورا کنیم عربستانین از این طرف دعوا دنیم به عربستان گونیم مرگ بر عربستان از اون طرف خانیم بشیم پمی پول دو گونیم ایشون جیم من این فکر ما اگه ایرانین از نظر فرنگی از نظر فکری یه ذره بوشون جوره دی این پولون هم دینن ایشون بخورن دی فهمنن که با اورش و درن علکه ندونم واقعا بعضی موقع آدم از درد حرفای زینه بعضی موقع چیزایی نخانه بگو ولی دی آدم دل ترکسه داره آدم مجبور به زبون باره همش که بابا چاچا نگه یه ذرم باعثی تون دادم صحبت بکنیم مردم همه همش تعریف کردن که نه درست ایرانی خیلی باسوادن خیلی فرهنگشون بالا ولی آدم ایتو که نگاه کرده
فرهنگشون بالاییسه ولی همش برای همدیگه، برای همدیگه خنن، چشم به چشم همدیگه چشم هم چشمی دنن، زیر پای همدیگه رو خالی کردن دنن، زرنگی برای همدیگر دنن، نه برای کسی دیگر، برای غریبه زرنگی ندنن، برای غریبه سر فرو دوینن، فقط برای همدیگر زرنگی دنن. ما تاریخ ما رو خونیم همیشه خیانت کردیم به خودمان ایران، به خودمان زندگی، به هم وطنان ما همیشه خیانت کردیم، که این خیانتون باعث بود که هر وقتی ایران جون ایته یک سری خیانت بودن ایران بزن زمین. وقتی لعنت به خانه آدم وارد بنه یا بیرون آمدنش خیلی سخته، ولی تو امروز اعلام بکنی که عیسی مسیح نجات دهنده، عیسی مسیح تینت از اون مشکلات بیرون بره، خدای زنده بپرسی، نه خدای مرده، نه خدایی که نه گوش دنه، نه زبان دنه، نه چشم دنه، نه فکر دنه، بوت به جای خدا بپرسیم. با امروز من این خدای زنده پرستش بکنین، این خدای زنده دخونین، تو خونه عیسی مسیح تو کویسی، اگه واقعا تو عیسی تو زنده ای، اگه واقعا وجود دانی امروز بی به خانه و زندگی من، بی خانه من گلابشان بگم، بی خانه من اطراگین بگم، بی عوض آگون از زندگی ماره. بشیم یک سرودی گوش بدیم برگردیم شما. تسلیمت کنم، تسلیم تو ای عیسی، قلب و جانم را تقدیمت کنم، تقدیم تو ای عیسی. دوباره به مردم عزیز ایران، بله درد دل زیاده، آدم ندونه از کور شروع بکنه به کور پایون که ندانه، اینقدر درد دل زیاده. یه نفر مریض آبو بود، یکی از ایماندار بود، بعد زنگ زن خودش در تلویزیون صحبت کنه، ایماندار بود مریض آبو بود، شد در گوشه مثلا
بیمارستان خود و بعد برای خودش دعا کرد و به نام عیسی مسیح، چون برای کسی نیست او که مثلا درد تحمل کرد و یا مثلا جراحی خاصی بکنه، به نام عیسی مسیح دعا کرد و خداوند خودم رو بسپردم به تو، به نام عیسی مسیح ما مثلا تو هدایت بکن، تو حمایت بکن و خداوند تو شفا ببخش. بعد چند نفری که وری حسابون همه چادری بون همه فلان بود، و با هم بوده که آقا شما به نام کی دعا بودین؟ تو به نام عیسی مسیح دعا بودم. بوده بس هللویا، ما به نام عیسی مسیح دعا کردیم که حسن هم دیگر نشناختم، ولی در اتاق اوشونی که چادر رو بدین ایمان دارم. خدا رو شکر ایرانی خیلی الان به عیسی مسیح ایمان بردن و نتیجهش واقعا دیدن، نتیجهش دارن میبینن که به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. اینا نتیجهشون رو میبینن. وقتی آدم فکرش خراب نه، تینه به مردم کمک بکنه. وقتی فکرش با خداونده، وقتی به عیسی مسیح ایمان آورده، تینه با حکمت خداوند خوش زندگی پیش ببره، دعا کنه. وقتی در مشکلاتی سر دعا کنه و او خدا شنونده دعای تو. خدا اینه که گوش نداره من نیستم بشنوه، یا چشم نداره نتونه ببینه. خداوند پدریست که حتی اوشونی که نخنه، این شما فکر کنین چهار تا بچه دانین، شما رو بگون که الان شما بچه مثلا از فرده دی، اصلا بچه دیه منین، بچه یه نفر دیگه بیت ویرس بوشون دی، اصلا بچه من نیبینی. شما شنین دنبال و بچه خدا هم همین کار بوده، و ما دنبال ما آدمیون که بچه هاشیم، خودش چون ما رو بساخته، و ما دنبال ما و ما خوش جان بده، برای اینکه خوش زاکون خان دوباره هگیر از دست شیطان. شریر شیطان هر روز ما رو زیاد داره که ما رو پس ببره، از خدا دور آکنه. وقتی امیال روی ما حاضر خدا رو پرستش بکنه، ولی امیال و خواسته های بدنی ما، جسم ما، ما رو همیشه به بیراه بینه. مثلا در غلاطیان 5:16 گونه زندگی آزاد به وسیله روی خدا. ما از اول نخونم، چند تا نکته خونم. گونه هنگام که از امیال و خواسته های نادرست خود پیروی میکنید، این گناهان وارد زندگی شما میشه. بس زنا، انحرافات جنسی، بی عفتی، بت پرستی، جادوگری، ازار ارواح، دشمنی، دو به هم زنی، کینه دوزی، خشم، خودخواهی و نفطلبی، شکایت کردن، انتقاد، بهانه جویی، در اشتباه دانستن دیگران و برحق شمردن خودمون، حسادت، آدم کشی، مستی، عیاشی و چیزهای از این قبیل، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم بازم تکرار داریم میکنیم اینا را. وقتی امیال و ناخواستهای ناپاک مایسه ایشون در زندگی ما وارد بنه، یعنی لعنتون در زندگی ما وارد بنه. وقتی لعنت در زندگی ما وارد ببو، بیرون آمدن از لعنت فقط تینی عیسی مسیح از این لعنتون ما رو بیرون بره. دروغ اگه گوته درم خودتون آزمایش بکنین، هیچی هم از دست ندینین، اعلام بکنین عیسی مسیح، گونن که تو خداوند زنده ای، تو میشنوی ما رو، تو میبینی ما رو، تو فکر میکنی برای ما، تو اومدی جان تو دادی برای ما. بس ای خداوند، امروز من این مشکلات دارم، این گرفتاری رو دارم، این مریضی رو دارم، با تمام وجود زانو بزن ببین عیسی مسیح به جوابت میدی یا نه. ما چیزی رو داریم براتون تبلیغ نمی کنیم که دین باشه، چیزی رو داریم تبلیغ نمی کنیم که شریعت توش باشه. تو هر جا میتونی خدا رو پرستش بکنی، هر جایی که هستی، در رانندگی، در سر کار، در خانه، در هر جایی که ایسای تینی خداوند پرستش بکنی، بدونی که با زبون که محلی، همینجور که الان زبون محلی لایجونی صحبت کردم، هر زبون دیگری، ترکی، ندونم شیرازی، بندری، هر جور، به هر زبون، به عربی، هر جور دلت بخواد، هر زبونی که دانی به زبون مادری خودت خدا رو پرستش بکن. نه به طرف یک جا بایست دولا پناه ببو،
اینم میدونم آدم نماز صبح برسنه یه آدم مغز میدونم سکته نکنه فلان اینجور تینی ورزش بکنی اینجورم تینی بشی ورزش بکنی نباید اتون شریعت انجام بدی گونم که می فامیل در روز کلی نماز خونه بدن دهانش وقتی بیرون صحبت کرده بیرون اینقدر مظلوم صحبت کنه همه خیال کنن ای چقدر آدم خوبی سی ولی در صورتی که فحاشی که از دهانش بیروننه ای چجور خدا پرستی که از دهانت بدترین فحشاننه بیرون خداوند گونه از یک چشمه نه آب شورانه نه شیرین یا شورانه یا شیرین یا سردی یا گرمی وسطی وجود ندنه یره یا با خدا ایسی یا نی اگه تو با این زبان خدا رو تمجید کردی حمد گوده داری سپاس گوده داری خداوند پرستش کردی با همین زبان منی انسانی که به صورت خدا آفریده و لعنت بکنی فوش بدی فحاشی بکنی بد بگی براش ای جور ساعت نگاه کنم این کارگردان ما کارت گرمی سنده بخاطر همو ای جور نگاه کنم من ببخشی بعض موقع جور نگاه کنم شما اگه کارگردان یه دوانی میسن آه تمام آوه نگزنه آدم حرف بزنه کارت گرمی سن درجه تا دینه گونه اکنون اگر اکنون با قدرت روی خدا زندگی میکنیم لازم است هدایت او را در تمام قسمت های زندگی خودمون بپذیریم یعنی در تمام قسمت های زندگی خدا رو اول قرار بدیم بگیم خدایا توی کارو نمیوه انجام بدی دعا بکنیم بگیم خدایا تو دانای تو حکیمی تو دان تو همه چی در دستای تو توی کارو تینی همه بکنی تا حرفم زینی اینقدر گونم که خدایان دروغی به ما معرفی بودند با این خدا آدمان بکشتن دستان ببین فکر کنن که همه او خدای نه بابا او خدا نیه خدایی که دست ببینه خدایی که بگو که خوش فرزندان بکشه او خدا نیه خدا محبته خداوند جان خودش با ما برای شما من همه فدا بوده این خداونده اونی که جانش و خونش برای ما بریخته برای اینکه دون انسان با شریعت منی به خدا برسه باید قضاوت ببون ولی وقتی خون عیسی مسیح قبول کنی عیسی مسیح به قلبت وارد کنی عیسی مسیح به خداوندی قبول دنی گونه که عیسی مسیح به خاطر گناهانمو روی صلیب بجو امروز تو مسیحی هستی شنی قصه تعمیدینی مسیحی هستی با مسیح زندگی کنی بابا بیا لعنتون از خانه های ما بیرون بکنیم به نام عیسی مسیح بایم تمامی چهار راهی که بچه های فقیر و بدبختی سن دستاشون رو بگیریم بابا دولتون همه به هیچ کاری انجام ندینن ما ملتیم که بایسی همدیگر رو بداریم ما ملتیم که بایسی دست به دست هم بویم پشت به پشت هم بایسیم ببین اون وقت چقدر لذت بینی از زندگی نگاه کنی آرامش خداوند در زندگی تو ها الان خیلی نیستم مسیحیان در ایران مونتا من نیند صحبت بکنن یه نفر زنگ بوده و گفت من 15 سال مسیح مای ولی من نمی اعلام بکنم من مسیح مای نه او جایی که شما ایسای خطر دانه اگه بگی مسیح شما رو اعدام کنن به خاطر عقیدتون نباید بگی در قلبت اعتراف بودی در زبانت اعتراف کاری در تنهایی با خدا اعتراف کاری اگه یک دونه مؤمن پیدا بودی یه دونه ایماندار پیدا بودی تینی پیش اونم اعتراف بکنی منم مسیحم تونم مسیحی تنو تم کارت قرمز الان ادین ما درجا کارت قرمز زده داوری است که خیلی شدید کار کنه کارگردان سری کارت قرمز زده من میشته با کارت قرمز یک دو دعای کوچیک کنم برگه گلم خدایا شکرگزار سپاسگزارم برای وقتی به ما دادی خدایا دست پر از مهر و فیضت با ایرانیان ببون خدایا امروز ایرانیان در حکومت خودت وارد بکن خداوند دا زیر حکومت تو زیر پادشاهی تو زندگی بکنن شکرگزار سپاسگزارتم شما رو به دستای عیسی مسیح سپرنم تا هفته دیگه بدرود